به نام خدا. سلام، رسیدیم به درس سوم در مجموعه مرور و تست طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی ویژه کنکور کارشناسی ارشد. در این درس مفاهیم شیء‌گرایی رو بررسی میکنیم و تست هایی که در کنکور دولتی در رابطه با این مبحث سؤال شده. مفهوم شیء‌گرایی که در آن در موردش صحبت میکنم خیلی مروری خواهد بود و اگر شما علاقه‌مندین که مطالب رو به طور کامل یاد بگیرین، بازم مثل همه سفارش‌هایی که در گذشته کردم تو مجموعه مرور تست، نیاز شما مجموعه کامل درس‌ها رو گوش بدید. زبان شیء‌گرا از چند تا ویژگی باید پشتیبانی بکنه. Object Oriented Programming توش مطالبی مثل کلاس‌ها، دیتا ابستراکشن ها، کپسول سازی، پنهان سازی اطلاعات، ارث بری، پلیمورفیسم و این مطالب رو توش باید یاد بگیریم. یعنی وقتی میگیم ویژگی های یک زبان آبجکت اورینتد، یعنی مثلا تو اون زبان مفهومی به اسم ارث بری داریم، اینهریتنس داریم، مفهومی به اسم پلیمورفیسم داریم، مفهومی به اسم کپسول سازی داریم، مفهومی به اسم انتظار داریم. این مفاهیم کنار هم میشن آبجکت اورینتد پروگرامینگ. کلاس که یکی از این مفاهیمه، یک نوع داده انتزاعی در زبانهای شیء‌گرایی. هر کلاسی حاوی فیلدها و متدهای کلاس ها توی C++، C# و جاوا انواع جدیدی هن که برای مدل سازی سیستم های دنیای واقعی به کار میرن. در C# علاوه بر اعضای داده یعنی فیلد و توابع عضو یعنی متد، خواص هم وجود داره. یعنی کلاس مثلا توی C++ شامل فیلد و متده، تو C# فیلد و متد و خواصه. اینجا یک کلاس برای ماشین داره توضیح میده، میگه ماشین یک کلاسه شامل یک سری متدها و مثلا متد set speed، get speed، drive و این متدها و یک سری ویژگی ها مثلا full max speed، حد اکثر سرعت و اینا هستش. یک مثاله که میگه کلاس شامل یک سری ویژگی ها، فیلد ها و یک سری در واقع متد ها هستش. حالا بریم توی C++ و آموزش شیء‌گرایی که ما داریم توی C++. می نویسیم کلمه کلاس، یک نامی انتخاب میکنیم و در صورت نیاز ما اعضای پرایویت، پابلیک و پروتکت کلاس رو تعریف میکنیم. پس کلاس میتونه اعضاش در قسمتهایی به اسم پرایویت نوشته بشه یا پابلیک یا پروتکت که هر کدوم معنی خاصی داره. اگر ما اعضایی تو قسمت پرایویت بنویسیم، این اعضا اختصاصی خواهند بود و فقط داخل خود کلاس قابل استفاده هن. و اعضایی که بعد از پابلیک می نویسیم، اینا عمومی هن و همه قسمت های برنامه، چه اونایی که تو کلاس هن و اونایی که بیرون از کلاس هن، از این اعضا میتونن استفاده بکنن. و اعضایی که بعد از پروتکت میان، هم از داخل کلاس قابل دسترس هن، هم از کلاس هایی که از این کلاس ارث میبرن و هم توابع دوست. پس بستگی به این که عضو تو پرایویت یا پابلیک یا پروتکت باشه، معانی مختلفی داریم. مثلا کلاسی به اسم سی داریم، فقط یک عنصری به اسم آ داره از جنس اینتیجر، اونم تو قسمت خصوصی. اگر در مین من شی به اسم اوبی از این کلاس تعریف کنم و بعد بگم اوبی دات آ رو مقدارش رو بگو، این کار اشتباهه. چرا؟ چون این خارج از این کلاس، ما نمیتونیم به متغیر آ که خصوصیه دسترسی داشته باشیم. پیش‌ورز همه عناصر کلاس تو C++ پرایویت هست. پس پرایویت هم ننویسی مشکلی نیست. مثال دیگه، کلاسی به اسم آ داریم، در قسمت پرایویتش عنصری به اسم ایکس داریم، در قسمت پابلیکش تابعی به اسم اف داریم که این ایکس رو یک میکنه و چاپش میکنه. این که تابعی اف به ایکس دسترسی داره مجازه، چون این ایکس خصوصیه و داخل کلاس قابل استفاده هست. توی مینمون
شی به اسم اووی تعریف میکنیم و به کمک شی تابع اف کلاس رو صدا میکنیم و چون تابع اف یکی رو چاپ میکنه خروجی این تابع مین ما یک خواهد بود و اینجا خواستیم بگیم که به متغیر خصوصی کلاس توسط تابع همون کلاس میشه دسترسی پیدا کرد. این تابع اف هم که توی کلاس تعریف کردیم میتونیم بکنیمش بیاریمش بیرون کلاس. یه دفعه این تابه ها حجمش زیاده، طولانیان و بهتره که فقط اینجا یک تعریفی از این F داشته باشیم که این F به معنی اینی که ورودی نداره، خروجیش اینتیجره. حالا خود تابه F رو بیرون بنویسیم، بعد حوزش هم مشخص کنیم که میگیم یعنی قبل از اسمش باید، یعنی اینو که کامل میاریم بیرون، بعد قبل از این F یه آ می‌نویسیم و دو تا کلون، یعنی تابع اف متعلق به کلاس آه. از کل این آوردیم بیرون از کلاس آ. سازنده چیه؟ متد همنام با کلاس رو میگن سازنده. این متد وقتی اجرا میشه که شیی از اون کلاس ایجاد بشه. الان کلاسی به اسم سی داریم. این ایکس از نوع خصوصیه و این سی تابعی است که هم اسم کلاسه و توی این سی کاراکتر آ چاپ میشه. حالا این چون هم اسم با اینه چه اتفاقی میفته؟ وقتی که ما شیئی به اسم اوبی تعریف میکنیم از جنس این کلاس، خود به خود این تابع صدا زده میشه. یعنی الان این برنامه اگه اجرا بشه کاراکتر آ رو مانیتور چاپ میشه. ما فقط توی مین یک خط نوشتیم و ما گفتیم شی به اسم اوبی رو تعریف کن و این تعریف شی تابع سازنده کلاس رو به طور اتوماتیک صدا میکنه، تابع سازنده کاراکتر آ رو چاپ میکنه. پس اگه کلاسی داریم به یه اسمی، اگه داخلش تابعی داشته باشیم به همون اسم، این تابع سازنده هست و وقتی شیء رو تعریف میکنیم به طور خود به خود صدا زده میشه. اینم یک مثال دیگه یه کلاسی به اسم سی داریم. ایکس خصوصی این کلاسه، سی تابعی توی این کلاس و چون هم اسم این کلاسه میگیم سازنده است این سی. یه تابعی هم به اسم اف داریم. حالا این سی بیرون تعریف شده، میگیم این تابع سی مربوط به کلاس سی ورودی به اسم ان داره که اونو میذاره توی ایکس و اینجا اون مقدار رو سه دادیم. یعنی خلاصه کارش اینه که این تابع سازنده ما این ایکس رو برابر عدد سه قرار بده. در اینجا تابع افمون که در اینجا فقط خط اعلانشو گفتیم، خود تابع رو بیرون از کلاس نوشتیم، میگیم این تابع اف که متعلق به کلاس سی ایکس رو زیاد میکنه و به ما میده. حالا در تابع مین شی به اسم اوبی از جنس کلاس سی تعریف میکنیم و به کمک شی اوبی تابع اف رو صدا میکنیم. پس وقتی ما شی تعریف میکنیم خود به خود سازنده صدا زده میشه و این ایکس برابر سه میشه. یعنی این خط باعث میشه که x برابر 3 بشه و وقتی که تابع f صدا زده میشه این 3 رو توسط این 4 میکنه و به ما میده. پس خروجی این برنامه عدد 4 خواهد بود. مخرب چیه؟ اگر یک کلاسی به اسم c داشته باشیم و اینجا یک سازنده به اسم c داریم، چون این c هم اسم اینه به این تابع میگیم سازنده. حالا این تابع نگاه کن، علامتی مثل علامت مد یا هر جوری که میخونی قبل از سی نوشته شده. به این تابع میگن مخرب و مخرب هم تابعی است هم اسم کلاس، اما قبلش یک چنین علامتی وجود داره. وقتی شیء از بین میره خود به خود مخرب صدا زده میشه. پس وقتی شیء تعریف میشه سازنده صدا زده میشه و وقتی شیء از بین میره مخرب صدا زده میشه. در این برنامه ما شیء رو به اسم اوبی تعریف میکنیم، در همین لحظه چون شیء تعریف شد و ایجاد شد سازنده صدا زده میشه، کاراکتر آ چاپ میشه، بعد خودمون یک کاراکتر سی چاپ میکنیم. یعنی تا حالا یک آ و یک سی روی مانیتور دیده میشه. به پایان مین که میرسه چون شیء ایجاد شده از بین میره مخرب صدا زده میشه و یک بی چاپ میشه و خروجی خواهد بود A, C, B. پس با تعریف شیء سازنده صدا زده شد A رو چاپ کردیم،
خودمون دستی سی و چاپ کردیم اینطوری و با پایان برنامه و از بین رفتن شی مخرب صدا زده شد و بی چاپ شد. شی محلی و سراسری چیه؟ الان اینجا یک کلاسی داریم به اسم سی، در این کلاس سی تابعی داریم به اسم سی و در واقع سازندهی داریم و مخربی داریم. پس کلاس سی ما یه سازنده و یه مخرب داره. سازندمون یک کاراکتر آ چاپ میکنه و مخربمون یک کاراکتر بی. تابع مینمون میگه یک شیء به اسم OB1 و یه شیء دیگه به اسم OB2 تعریف بکن. این لحظه که شیء OB1 تعریف میشه، سازنده صدا زده میشه و یک کاراکتر آ چاپ میشه، چون کار این سازنده این بوده. شیء دیگه ای هم که تعریف میکنیم دوباره سازنده صدا زده میشه و کاراکتر آ چاپ میشه. تا حالا دو تا کاراکتر آ چاپ شده. میایم داخل این بلوکه یه شیء دیگه تعریف میکنیم، باز چون شیء تعریف کردیم کاراکتر آ چاپ خواهد شد، بلوک بسته میشه و این شیء مربوط به این بلوک از بین میره. چون اینجا ما از بین رفتن شیء OB3 رو داریم، مخرب صدا زده میشه و یه بی چاپ میشه. پس سه تا آ چاپ شد، یه دونه هم بی چاپ میشه، یه سی هم اینجا خودمون چاپ میکنیم و اینجا چون پایان مینه و توی مین این دوتا شیء رو تعریف کردیم، حالا این دوتا شیء از بین میره و دو بار مخرب صدا زده میشه و دوتا بی چاپ میشه. پس ابتدا سه تا آ چاپ شد چون سه تا شیء تعریف کردیم، یه بی چاپ شد به خاطر اینکه از این بلوک که خارج بشیم این شیء از بین رفت، یه سی و خودمون چاپ کردیم و با پایان مین دو بار مخرب صدا زده شد چون دو تا شی داشتیم که از بین باید میرم. این متغیر سی در اینجا در واقع یه جور محلی این منطقه است. وقتی از این منطقه خارج میشیم اینجا شروعه و اینجا پایانه و تو این حوزه متغیر OB3 وجود داره و وقتی از اینجا میایم بیرون این شی از بین میره. و از اینجا تا اینجا هم به طوری که این OB1 و OB2 حوزه شون توی محدوده است و وقتی از اینجا خارج میشیم این دوتا شیء از بین میرن. یک شیء سراسری زمانی که برنامه تموم بشه از بین میره. یک شیء محلی زمانی از بین میره که اجرای برنامه از میدان دیدشون خارج بشه. تابع دوست چیه؟ کلاسی به اسم C داریم، عضو خصوصی و عمومی داره. در عضو خصوصی متغیر آ رو داریم، در عضوهای عمومی سازندهی به اسم سی رو داریم. خب که کارش اینه که ورودیش رو میذاره تو متغیر خصوصی، یعنی بیشتر سازنده های ما کارشون اینه که مقداری رو به متغیر خصوصی میذاریم، به توسط اونا مقدار میدیم. حالا اینجا تابعی به اسم اف رو تعریف کردیم. این تابعی اف ما دوست در واقع و ما این تابعی Fمون که ورودی شی از جنس کلاسه رو بیرون از کلاس داریم، عضوی از کلاس نیست که اینجا نوشته باشیم C دوتا کلون F، همینطور خود تابع مستقل نوشته شده و این شیی که به عنوان ورودی گرفته توسط این شی به متغیر آ دسترسی داره و ما ایراد نمیگیریم چون این تابع دوست این کلاسه. کجا مشخص کردیم دوسته؟ اینجا گفتیم که فرند این تابعی اف که ورودیش از جنس کلاسه و خروجیش از جنس چیه؟ اینتیجره. دوست بودن باعث میشه که اون تابع بتونه به متغیر خصوصی دسترسی داشته باشه. و در مینمون میایم شیء به اسم OB1 رو تعریف میکنیم و وقتی که این شیء رو تعریف میکنیم سازنده صدا زده میشه. سازنده ما که صدا زده بشه این عدد 3 رو به عنوان ورودی میگیره و میذاره توی آ. پس کار این وقتی این دستور اجرا شد مقدار آ برابر 3 میشه. حالا تابع اف رو با شیء OB1 صدا میزنیم، اف میاد توسط شیءش مقدار آ که همون 3 هست چاپ میکنه. پس خروجی این برنامه عدد 3 خواهد بود. ما در اینجا خواستیم بگیم که تابع دوست میتونه به عضو خصوصی کلاس دسترسی داشته باشه. اگر در اینجا مینوشتم OB1.F غلط بود، چون OB1 شیء از جنس کلاس هست اما F که عضو کلاس نیست که من بگم OB1.F، چون F عضوی از کلاس ما نبود. ما تابعی F رو اینجا صدا کردیم، ورودیش یک شیء بود.
دستوری هم که بنویسیم مثل cout.a، یعنی اگه این obi.dat رو نذاریم غلطه، چون این تابه فقط از طریق یک شی میتونه به عضو خصوصی این کلاس دسترسی داشته باشه. کلاس دوست چیه؟ کلاسی که دوست کلاس دیگه‌ایه میتونه به اعضای خصوصی اون کلاس دسترسی داشته باشه. کلاسی به اسم سی داریم، عناصر خصوصی و عمومی داره. عنصر خصوصی این کلاس آیه، عنصر عمومی کلاس سیه. سی یک تابعیه که هم اسم اینه و سازنده ما حساب میشه. حالا اینجا میگیم که کلاسی داریم به اسم دی، این دی دوست این کلاس است. خب این کلاس دی ماست. خود کلاس دی یک تابعی به اسم اف داره و این تابعی اف شیی به اسم اوبی و از جنس کلاس سی به عنوان ورودی داره و به کمک این شی به متغیر آی میتونه دسترسی داشته باشه و ما میگیم عیب نداره، شما میتونین به این دسترسی داشته باشین چون شما دوست این کلاس هستید. اینجا هم مینمون هسته، شیی به اسم اوبی یک تعریف کردیم از جنس کلاس سی و سازنده صدا زده میشه، این عدد 3 رو توی آی قرار میده. شیئی هم به اسم اوبی 2 از کلاس دی ساخته میشه، کلاس دی سازنده نداره، اینجا تابعی به اسم دی نداریم. و بعد اینجا میگیم توسط شیئی اوبی 2 که جنس کلاس دیه، تابعی اف که عضوی از این کلاس رو صدا میکنیم با ورودی اوبی 1 و اینجا میاد این تابع رو صدا زده میشه و آی که برابره 3 بود چاپ میشه و خروجی ما در اینجا عدد 3 خواهد بود. در اینجا خواستیم بگیم که کلاس میتونه دوست کلاس دیگه باشه. الان کلاس دی دوست سیه و این خط داره اینو تعریف میکنه که فرند کلاس دی، یعنی کلاس دی با ما دوسته. ما در کلاس سی اینو مینویسیم و همه اعلام میکنیم این دوست ماست. اگر در این کلاس به متغیر خصوصی ما مثل آی دسترسی پیدا شد ایراد نگیر. خب مبحثی هم داریم در مبحث شیگرایی به اسم وراثت. وراثت اینجا تو این شکل داریم نشون میدیم که مثلا اگه این کلاس پایه باشه، این فرزند این یعنی کلاسی که از این مشتق شده و این یک سری خصوصیاتی رو از این والدش به ارث برده، وراثتی داره، اینهریتنسی داره. وراثت یکی از خصوصیات زبان‌های شیگرا میباشه که موجب میشه تا یک نوع داده انتزاعی داده‌ها و عملکرد نوع داده انتزاعی موجود رو به ارث ببره، به طوری که نیاز به انجام تغییرات در نوع موجود نباشه. یعنی یک نوعی داریم، ازش یک نوع جدیدی ایجاد می‌کنیم و یک سری خصوصیات رو از نوع اصلی به ارث بردیم، یک سری خصوصیات دیگه هم میتونیم به این نوع جدید اضافه کنیم. اگر x از y ارث ببره، x رو میگیم مشتق و y رو میگیم پایه. کلاس پایه رو همون والد و مشتق و همون فرزند میگن. فرض کنید کلاسی به اسم shape داریم، اینجا نگاه کن، کلاسی به اسم shape داریم که شامل ویژگی های مشترک همه اشکال میباشه. حال میشه از این کلاس کلاس‌های مثل دایره و مربع و مستطیل رو به ارث برد. پس ما اگه بگیم اشکال، میگیم خب سه تا شکل میتونیم در نظر بگیم مثل دایره، مربع و مستطیل که این در واقع فرزندان این هستن. ما برای هر شیپی یک سری خصوصیات داریم، حتما اون خصوصیات تو اینا هم وجود داره. حالا برای اینا یک سری خصوصیات اضافه بر اونها هم باید تعریف کنیم. بعد دوباره مثلا سیلن خودش یک نوع دایره است که مثلا میتونیم بگیم که دایره‌ایه که مثلا ارتفاع هم براش باید در نظر بگیریم بشه یک سیلن. یا مکعب یک جور مربعه و همینطور میتونیم کلاس‌های دیگه‌ای رو در واقع از اینها به ارث ببریم. یا اینجا بگیم وسیله‌های نقلیه میتونه موتوری باشه مثل ماشین و تراکتور و اینا، یا غیر موتوری مثل دوچرخه و اینا داریم، یک نوع ارث‌بری رو داره نشون میده. و هر وسیله نقلیه یه سری خصوصیات مشترک داره که حالا مثل چرخ که هم مثلا این چرخ داره، همینا چرخ دارن. حالا به طور مثال فرض کنیم همه وسیله نقلیه چرخ دارن دیگه، بس اینجا چرخ رو تعریف میکنیم دیگه. برای اینجا ویژگی به اسم چرخ تو این ستا نمی‌نویسیم، چون وقتی پدره داره این ستا هم حتما خواهند داشت.
حالا یک سری ویژگی های مربوط به خود این موجودیت ها در همین ها تعریف میشه. یک کامیون مثلا میزان حمل بارش چند تنه که اون برای دوچرخه معنی مثلا شاید نداشته باشه، ویژگی مربوط به خودشه. وقتی داریم ارث بری رو انجام میدیم، کلاسی از کلاس دیگه میگیم ارث میبره، میتونه ارث بری پابلیک یا پرایویت یا پروتکت باشه. یعنی سه جور میشه یک کلاسی از یک کلاسی ارث ببره. وقتی کلاسی از نوع پابلیک از کلاس دیگه ارث بری میکنه، همه اعضای عمومی اون کلاس پایهه، اون پدره، اعضای عمومی کلاس مشتقه میشه. یعنی اگر یه پدر و فرزند رو در نظر بگیری و بچهه به صورت پابلیک از پدر ارث ببره، تمام اون اعضای عمومی پدره اعضای عمومی بچهه خواهد شد و همه اعضای پروتکت پدره اعضای پروتکت بچهه میشه. اما اگه ارث بری پراید ویت باشه، همه اعضای عمومی و پروتکت پدره میشن خصوصی بچهه. پس این که میگه کلاسی از کلاس دیگه ارث بریش پرایویته، یعنی اعضای عمومی و محافظت شده یه پدره والده میشن اعضای خصوصی این. در اینجا اعضای عمومی پدره شد اعضای عمومی این، اعضای محافظت شده پدره شد اعضای محافظت شده این. و اگه ارث بری پروتکت باشه، همه اعضای عمومی و محافظت شده پدره میشن محافظت شده بچه. این دوتا یادگیری ساده است دیگه. وقتی میگیم کلاسی از کلاسی ارث بریش پرایویته، یعنی اعضای عمومی و پروتکت پدره میان میشن اعضای خصوصی بچه، و در اینجا اعضای عمومی و پروتکت پدره میان میشن اعضای پروتکت بچه. مثلا الان اینجا میگیم کلاس B ارث میبره از کلاس A به صورت پابلیک. کلاس B دو نقطه پابلیک A، یعنی B از A به صورت پابلیک ارث میبره. و گفتیم که اعضای پابلیک این کلاس A میشن اعضای پابلیک این کلاس B و اعضای پروتکت این کلاسه میشن اعضای پروتکت این کلاس. پرایویت هم اگه بخوایم میگیم B از A به صورت پرایویت ارث بری میبره، خدمتون گفتیم که اعضای پابلیک و پروتکت کلاس A میشن اعضای پرایویت کلاس B. اعضای پرایویت کلاس A توسط B به ارث برده میشن، ولی اعضای کلاس B به اونها دسترسی ندارن. یعنی خصوصیای این در اینجا هم وجود دارن، اما اعضای این به اونها دسترسی ندارن. مثالی ما اینجا داریم، کلاسی به اسم C1 داریم و یک تابعی به اسم F در داخل این کلاس وجود داره که یک N رو به عنوان ورودی میگیره و همونو برمیگردونه. کلاسی هم به اسم C2 داریم که از کلاس C1 ارث بری کرده از جنس پابلیک. این کلاس C2 هم تابعی داره به اسم G و N رو میگیره و همون N رو برمیگردونه. پس C1 تابعی F رو داره، C2 تابعی G رو داره، علاوه بر این که C2 از C1 هم به ارث میبره، پس اعضای عمومی این کلاس اعضای عمومی این هم خواهم بود. پس اگه به شما بگن کلاس C2 چه اعضای عمومی داره، میگین هم G داره که داریم میبینیم و هم F. F هم اینجا هست ولی دیگه نوشته نمیشه. همین که میگن این از این ارث برد، یعنی انگار اینجا F هم ما نوشتیم، چون اعضای عمومی این کلاس اعضای عمومی این کلاس هم خواهند بود. وقتی ما در مینمون شیی به اسم OB تعریف میکنیم از این کلاس بچه C2 و بعد میگیم OB.F و بعد میگیم OB.G، مشکلی پیش نمیاد، چون این OB از جنس C2ه. توی C2 ما هم G داریم و هم F و میتونیم به راحتی این عملیات رو انجام بدیم و معلومه چون تابه ها هرچی بدیم همونو برمیگردونه. اینجا 1 بدیم 1 میده و اینجا 2 بدیم 2 میده و خروجی 12 خواهد بود. میخواستم با این مثال بگم که شیئی که تعریف میکنی از جنس کلاس فرزند، توسط این شی هم به تابع اون کلاس که جیه میشه دسترسی داشت، هم به تابع پدره که افه، چون بچه از پدره این افو به ارث برده. توضیحاتو اینجا گفتیم. اما اگه ارث بریمون پروتک یا پرایویت بود، یعنی اینجا کلمه پابلیک رو نمی نوشتیم، می نوشتیم پرایویت،
وقت این خطه ایراد پیدا میکرد. مثال دیگه، کلاسی به اسم آ داریم، توش تابعی به اسم اف داره و یک رو چاپ میکنه. کلاسی به اسم بی داریم که ارث میبره از کلاس آ و توش تابع جی رو داره. کلاسی به اسم سی داریم که ارث میبره از بی و توش تابعی به اسم اچ رو داره. تابعی اف یک رو چاپ میکنه، جی دو رو چاپ میکنه و اچ سه رو چاپ میکنه. و اگر بخوای شکلشون بکشی برای خودت، یک کلاسی به اسم آ میکشی، بعد بی از اون ارث میبره و بعد سی هم از بی ارث میبره. بچه ای بی سی، یعنی این پدره باشه، این بچه هست، این نوه هست. خب به این صورت. حالا من شیئی تو مین به اسم او بی یک از کلاس نوهه تعریف میکنم. به کمک این شیئ او بی یک هم تابعی اچ، هم اف و هم جیو میتونم صدا کنم، چون این که از پدره میتونه جیو ارث ببره، خود اینم از این پدرش اف و ارث برده. یعنی من اگه بگم آ چه عضوهایی داره میگی فقط اف، بگم بی چه عضوهایی داره میگی اف و جی، چون جیو که داری میبینی اف هم از پدرش به ارث برده، بگم سی چه عضوهایی داره میگی اف و جی و اچ. پس شیئی که از این کلاس سی تعریف میشه هم به کمک این شیء میشه اف و هم جی و هم اچ رو صدا کنی. طبیعتا اف رو که صدا بکنی یک، جی دو و اچ سه چاپ میشه. پس اینجا تا حالا یک دو سه چاپ شده. حالا شیئی هم از کلاس بی تعریف کردم و به کمک این شیء اومدم هم اف رو صدا کردم و هم جی، چون شیئی که از این کلاس باشه هم به این جی میتونه دسترسی داشته باشه هم به این اف، و دوباره یک دوی هم چاپ میشه، میشه یک دو سه، یک دو. اینجا ارسپریامون در واقع جوری بود که بیش از دو کلاس داشتیم، بی از آ ارسپورت، سی هم از بی، و این توضیحات رو اینجا داده شده. مثال دیگه ای داریم، کلاسی به اسم آ داریم، سازنده ای داره و مخرب. سازندش یک چاپ میکنه، مخربش دو. کلاسی به اسم بی از آ ارسپورت، از جنس پابلیک، و این کلاس هم یه سازنده و یه مخرب داره که میبینید 3 و 4 رو چاپ میکنه. سازنده و مخرب هم اسم اون کلاس هست، میبینید که. و اینجا چون این کلاس از این ارث برده، این دوتا تابه هم ما اینجا داریم. در مینمون وقتی شیء از جنس این کلاس تعریف میکنیم، سازنده باید صدا زده بشه. حالا سازنده‌ای که صدا زده میشه در واقع به این صورته که اول این کلاس چون از این کلاس ارث برده، اول احترام میذاره سازنده پدر صدا زده میشه، پس یک چاپ میشه، بعد سازنده بچه یعنی سه. پس این خط باعث میشه که یک و سه چاپ بشه، اول سازنده پدره، بعد سازنده خودش اجرا شده، بعد این علامت که دیده میشه یعنی پایان برنامه، شی تموم میشه، از بین میره، مخرب صدا زده میشه. اما موقع خراب شدن و مردن، بچه به پدره تعارف نمیزنه، خودش زودتر میمیره، دیگه اینجا احترام لازم نیست. پس ابتدا این چهار یعنی مخرب بچه اجرا میشه و بعد مخرب پدره، پس میشه چهار و دو چاپ میشه. اینجا میخواستم اینو بگم، وقتی شما شیو از یک کلاس فرزند تعریف میکنی، سازنده صدا زده میشه، اول سازنده پدره، بعد سازنده فرزن، شد یکس. و وقتی شی از بین میره، اول مخرب بچهه و بعد مخرب پدره صدا زده میشه، چهار دو. نظم صدا زدن ها رو با این مثال بهتون توضیح دادم و این توضیحات رو اینجا آوردیم. مبحثی داریم به اسم پولیمورفیسم یا چند ریختی یا چند شکلی. این آقا پسر در واقع میتونه یک عملکرد چند ریختی داشته باشه. یک مثلا مغازه‌ای که میره مثل یه مشتری میشه، تو اتوبوس که میره مثل یک مثلا مسافر میشه، تو مدرسه مثل یه دانشجو میشه، تو خونه مثل یه پسره، خب مثل یه فرزنده، و اینجا نقش‌های مختلفی رو داره بازی میکنه. حالا یک نمادی بود که من حالا استفاده میکنم برای این که بگم یک چند ریختی به معنی اینه که مثلا شخصی چند کار رو انجام بده یا چند نوع نگاه بهش در جاهای مختلف باشه. پس پولیمورفیس یا چند شکلی
یعنی استفاده از یک نام در چندین مورد مربوط به هم یا استفاده از یک رابط برای یک دسته کلی از اعمال. در این مثال دو تا تابع F داریم میبینیم. اسم هر دو تابع F. این تابع یک عدد از جنس انتیجر میگیره، یک متغیر انتیجری میگیره و یک متغیر انتیجری پس میده و اون متغیره رو یکی زیاد میکنه، یعنی اگه بهش 2 بدیم به ما 3 میده. این تابع یک کرکتر میگیره، به اون کرکتری که اضافه میکنه به ما میده، یعنی اگه کرکتر A رو بدیم به ما کرکتر B رو میده. هر کرکتری بدیم یک کرکتر بعدیش رو به ما میده، هر عددی بدیم عدد بعدی رو به ما میده. اما اسم هر دو تابع F، یعنی چند شکلی. کامپایلر وقتی که توی مین میگیم F5، خودش میدونه باید این F را صدا بکنه چون ورودیش عدد. وقتی بگیم FA میدونه منظورمون این تابه هست چون ورودیش کرکتره. این باعث میشه یه دونه 6 چاپ بشه، این باعث میشه یه دونه B چاپ شه. این که دو تابه داریم و خود کامپایلر با توجه به ورودی متوجه شد منظور ما کدومه، یعنی چند شکلی. یک مدل چند شکلی رو با این مثال بهتون توضیح دادم. اینجا باز یک تابعی به اسم F داریم که آ رو میگیره یکی بیشترش رو میده. اینجا تابعی به اسم F داریم، باز ورودی میگیره یکی بیشترش رو میده، اما این دوتا تابع ورودی هر دوشون اینتیجری هست. درسته خروجی هاشون با هم فرق داره اما ورودی هاشون یکسان هست. وقتی من میگم F1 رو صدا بزن، کامپایلر از کجا باید تشخیص بده که منظور من اینه یا اینه چون ورودی هر دوش عدده، یا بگم F2، پس اینجا خطا داره. پس اگر ما میخوایم تابعی به اسم F رو داشته باشیم که هم برای ما ورودی اینتیجری بگیره اینتیجر بده، هم ورودی اینتیجری بگیره بده کرکتر، نمیشه. این امکان دیگه وجود نداره، یعنی تابعه ها رو کامپایلر از هم نمیتونه تشخیص بده. انواع پولیمورفیسم هم داریم. در موارد زیر پولیمورفیسم وجود داره، یک عملیاتی که معنای مختلفی دارن. مثلا امر جمع تو بعضی از زبانها برای این استفاده میشه که میشه باهاش چند تا رشته رو به هم چسبون، یعنی مثلا میگی علی به اضافه رضا میشه علی رضا. و این به اضافه در واقع یک پولیمورفیسم براش انجام شده، علاوه بر اینکه میتونه دو تا عدد جمع کنه میتونه دو تا رشته رو به هم الحاق بده. کلاس های قالب، توابع همنام که الان براتون گفتم دو تابع همنام به اسم F داشتیم، تعریف مجدد عملگرها، اشارگرها یا متغیرهای مرجعی که در وراثت از نوع کلاس پایه تعریف میشن چون تو هر زمان میتونن متدهای خاصی رو اجرا کنن. یعنی پولیمورفیسم موقع کامپایل داریم، موقع اجرا داریم. موقع کامپایل مثل اوورلودینگ توابع. موقع کامپایل میتونی مثالی بزنیم مثل اوورلود کردن یا سربارگذاری اپراتورها. موقع اجرا مثل توابع مجازی. ما اینا رو در مجموعه کامل طراحی زبان درس دادیم، یعنی خود مبحث شیگرایی حدوداً 3 ساعت تدریس شده در مجموعه کامل طراحی پیاده سازی زبان‌های برنامه‌سازی. اما توی مجموعه چون مرور داریم ما خیلی از قسمت‌ها رو تدریس نمی‌کنیم، فقط به یک سری مسائل می‌پردازیم، کلیات و تست‌هایی که در این رابطه اومده. چون تست‌هایی که در رابطه با بازم مبحث شیگرایی توی درس کنکور طراحی پیاده سازی زبان‌های برنامه‌سازی مطرح شده، تا حدی نبوده که من نیاز ببینم همه مطالب شیگرایی رو بگم، فقط مطالبی رو انتخاب کردم و اینجا خدمتتون دارم تدریس میکنم. خب مثال اینجا آورده شده و میگه که تا کلاس C1 یه تابعی به اسم F داره و کلاس C2 هم یک تابعی به اسم F داره. این کلاس C2 از کلاس C1 ارث میبره، از نوع پابلیک، یعنی اعضای پابلیک کلاس پدر در اینجا هم خواهد بود. پس کلاس C2 دو تابعی F داره، یکی مربوط به خودشه، یکی هم مربوط به پدرشه. حالا وقتی ما شی از کلاس C1 تعریف میکنیم به اسم X و شی به اسم Y از کلاس C2 تعریف میکنیم، وقتی به کمک X تابعی F رو صدا میزنیم، چون X از جنس C1ه و Fش همون A رو چاپ میکنه، حالا وقتی به کمک Y میخواییم تابعی F رو صدا بکنیم، حالا میتونیم هم F پدر رو صدا بکنیم هم F خودش رو.
چون ایگرگ از جنس سی دوه و اینجا دوتا اف داریم. اف خود کلاس و اف پدرش. اینجا داره اف پدره رو صدا میکنه. میگه از طریق ایگرگ که متغیر سی دوه برو افی رو صدا بکن که مربوط به کلاس مربوط به ایکسه. یعنی اینو. و اینجا هم یه آ چاپ میشه. یعنی هر دوی اینها دارن این تابه رو صدا میکنن. حالا اگر من بخوام این اف رو صدا بکنم هم میتونم بگم به کمک ایگرگ تابه اف رو صدا بکن. میتونم البته اینطوری هم بنویسم بگم به کمک ایگرگ افی که مربوط به این کلاسه هم هستش صدا بکن. هر دو اینا رو هم بیو چاپ میکنه. ولی من نمیتونم بنویسم به کمک ایکس ایکس مربوط به کلاس C1 که این اف رو صدا بزن افی که مربوط به کلاس ایگرگ، چون ایکس در واقع کلاس پدر است و به این اف کلاس بچه دسترسی نداره. آنچه که ما داریم متغیر ایگرگ یعنی از جنس کلاس فرزند میتونه به تابع اف کلاس پدر دسترسی داشته باشه. تابع مجازی virtual function، تابعی که در یک کلاس پایه اعلان بشه و مجدداً در کلاس مشتق تعریف بشه. یعنی تابع تو کلاس پدره اعلان شده مجدداً تو کلاس بچه هم تعریف شده، میشه مجازی. مثلا همه اشیاء خط و مثلث و مستطیل و دایره که از کلاس شکل مشتق میشن، یه کلاس شیپ داریم و خط و در واقع مثلث و مستطیل و دایره شکل هایی هستن که از این کلاس شیپ مشتق شدن. این پدر است، چهار تا بچه داره. حالا این کلاس پدره یک تابعی به اسم دراف داره. تمام این بچه ها تابعی به اسم دراف دارن. خب این دراف برای خط فرق میکنه. من وقتی بخوام خط رسم کنم با مثلث و مستطیل و دایره نحوه رسم فرق داره. برای این موضوع، برای اینکه برنامه در زمان اجرا خودش تشخیص بده که کدوم تابع مد نظره، تابع رو میام در کلاس پدره به صورت ویرچوال تعریف میکنم. پس تابع دراوی که تو پدره هستش تابعی است ویرچوال. این باعث میشه که برنامه موقع اجرا تشخیص بده حالا از کدوم دراو باید استفاده شه، کدوم مد نظره. تابع مجازی موجب میشه که چند ریختی یعنی پولیمورفیز موقع اجرا پشتیبانی بشه. الان اینجا کلاسی به اسم C1 دارم، کلاسی به اسم C2 و کلاسی به اسم C3. کلاس C1 من تابعی به اسم F داره، کلاس C2 که از C1 ارث برده اونم F داره، کلاس C3 که از C1 ارث برده اونم F داره. یعنی اگه شکل بکشیم یه C1 داریم، دوتا بچه داره، C2 و C3. C1 تابعی به اسم F داره، یک رو چاپ میکنه. C2 و C3 دوتا بچه ها هم تابعی به اسم F دارن، یکیش دو چاپ میکنه، یکیش 3. این F پدره رو یه ویرچوال قبلش مینویسیم و این F مجازیه. حالا من اشارگری از جنس کلاس اول تعریف میکنم، سه تا شی هم از هر کلاسی تعریف میکنم، آدرس شی اول رو تو پوینتر میذارم، به کمک پوینتر F رو صدا میکنم. آدرس شی دو تو پوینتر میذارم، به کمک P تابع F رو صدا میکنم. یه بارم برای شی سه این کار میکنم، یعنی سه کار مشابه. طبیعیه که وقتی که من آدرس شی اول رو تو P میذارم و تابع F رو صدا میکنم، منظور من این یک هست و در اینجا عدد یک چاپ میشه. در اینجا چون با شی دو من دارم میرسم به تابع F و اینجا مربوط شی دو از کلاس سی دوه، این F که دو چاپ میشه، اینجا عدد دو چاپ میشه و اینجا با شی سه دسترسی به تابع Fی دارم که سه رو چاپ میکنه. پس یک و دو سه چاپ میشه. اگه این ویرچواله نبود، هر بار که ما میگفتیم که بیا این تابع F رو صدا بکن، F پدره رو صدا میکن. دیگه نمیدونست که تشخیص بده کدوم F است. پس ما برای که این مشکل ایجاد نشه یه ویرچوال میذاریم. حالا باعث میشه اینجا معلومه که من چون از طریق شیء دو که مربوط به کلاس سی دوه میخوام تابع F رو صدا بزنم، منظورم این F است نه این. پس بودن ویرچوال این اجازه رو به من داد که بتونم چند شکلی رو در زمان اجرا داشته باشم. یعنی سه تابع با نام یکسان دارم و موقع اجرا وقتی میگم تابع F رو صدا بکن،
میفهمه الان منظور من کدوم افه. یه بحثی هم داریم تو شیگرایی به اسم سربارگذاری عملگرها یا تعریف مجدد عملگرها. سربارگذاری یه عملگر یعنی استفاده دیگه ای از اون عملگر به جز کار اصلیش. مثلا عملگری که دوتا مساوی تو سی داریم برای اینه که ببینه دوتا مقدار دوتا متغیر با هم برابر هستن یا نه. من الان میخوام کاری بکنم که بگم که با این عملگر میخوام دو نقطه در مختصات دو بعدی رو ببینم برابر هست یا نه. یا با عملگر به اضافه ما دوتا عدد رو جمع میکردیم، میخوام کاری بکنم که بشه باهش دوتا ماتریس رو جمع کرد. یعنی روی این به اضافه سربار گذاشتم، کار اضافه. کارش قبلا جمع دو عدد بود، حالا میگم از این به بعد دوتا ماتریس هم دادم جمع کن. ولی که سربار گذاری بکنیم تابعی داریم به اسم اپراتور. یه سری عملگر هم مثل اینا داریم که نمیشه بهشون کار دیگه محول کرد. پس روی هر عملگری نمیشه کار اضافهی محول کرد. اینا مثل اون عملگرها. من یه مثال اینجا آوردم چون مرور هستش توی این مبحث، ما فقط مرور میکنیم، فقط یه مثال براتون گذاشتم و میام عمل مساوی و سربارگذاریش رو براتون انجام میدم طوری که بشه یک عضوی مثل 2-2 و یه عضوی مثل 2-3 تو مختصات دو بعدی با هم مقایسه کرد. خب طبیعیه که این دوتا با هم برابر نیستن و جواب برنامه حتما فالس خواهد بود. خب چون بعد عنصر اول هر دو با هم مقایسه بشه که در اینجا برابرن، عنصر دوم هم باید با هم مقایسه شه که برابر نیستن، پس این دوتا عضو یکی نیستن. من کلاسی به اسم سی دارم شامل ایکس و ایگرگ که این ایکس و ایگرگ همین دوتا مختصات ما هست و تابع سازنده‌ای دارم که دو ورودی آی و جی میگیره، آی و جی رو به ترتیب در این متغیرهای ایکس و ایگرگ که پرایویتن میذاره و پرایویت رو ننویسیم و بنویسیم فرق نمیکنه، پیش فرض پرایویت. حالا اینجا داستان ما اینجاست که میگه عملگر مساوی روش سربار داریم میذاریم، پس اپراتور مساوی این اپراتور روش سربار اومده و حالا ببینیم اینجا چجوری تعریف شده خارج از کلاسه این تابع ما نوشته شده. میگه که ورودی ما یک متغیری مثل K از جنس کلاس Cه. این x اگه با کاداد x و yش با کاداد y برابر بود اون موقع یک بده، در غیر این صورت صفر بده. توی مین من شیئی به اسم OB1 و OB2 تعریف میکنم، این 2-2 و 2-3 رو میدم. چون وقتی شیئی تعریف میکنی سازنده صدا زده میشه، اینجا باعث میشه که یک شیئی به اسم OB1 داریم xش 2 yش هم 2ه. اینجا شیئی به اسم OB2 داریم xش 2 yش 3. حالا میگم اگر این دوتا شی با هم برابرن بگو مساویان، در غیر این صورت بگو نامساوی. طبق این داستان که اینجا این مساوی بودن برای این دوتا تعریف شده به این صورت که x این با x این و y این با y این باید برابر باشن، در غیر این صورت صفر میده، پس این جواب این صفر باید میاد تو s. میگه نه، این دوتا با هم مساوی نیستن. یعنی روی عملگر مساوی سربار گذاشتیم و باهاش تونستیم دو عنصر به این صورت رو با هم مقایسه کنیم. ما قبلا فقط مثلا دوتا عدد رو با هم مقایسه میکردیم. پس خروجی not equal خواهد. بریم سراغ تست های کنکور فصل شیگرایی. مهندسی کامپیوتر دولتی 83. کدام یک از خواص زیر در یک زبان برنامه سازی اصلی ترین نقش رو در قابلیت انتقال برنامه ها به عهده داره؟ چون برنامه های قابلیتی دارن به اسم قابلیت انتقال. این چهار تا خاصیت رو میخوایم نگاه کنیم ببینیم کدومشون اصلی ترین نقش رو در این بحث داره، در این قابلیت داره. Encapsulation, Abstraction, Information Hiding، پنهان کردن اطلاعات و Explicit Declaration. خب واضحه که گزینه یک جوابه. تست واضحه که شما خاصیت کپسول سازی وقتی این کپسوله میکنین، این اصلی ترین نقش رو در قابلیت انتقال داده ها داره، انتقال برنامه ها داره. چون فقط با متد های تعریف شده برای یک شی میشه داده های اون شی رو دستکاری کرد. شما توی مثال هایی که من الان براتون زدم دیدین
فقط میشه با متدهایی که برای یه شی تعریف میشه بشه داده های اون شی رو دستکاری کرد و این در واقع قابلیت انتقال برنامه رو نشون میده. همچنین لزومی نداره تا کاربری که از یه شی استفاده میکنه از اطلاعات مخفی داخل شی آگاه باشه. اینم لزومی نداره. یعنی بحثی که مشخصه. شما یه کاربری از یه شی استفاده میکنی. لزومی نداره بدونی داخلش چی هست. و این گزینه یک جواب این تست خواهد. مهندسی کامپیوتر دولتی 84 در کدام یک از موارد زیر مفهوم اینکپسولیشن در یک زبان به صورت کامل رعایت نشده؟ بحث اینکپسولیشن رو میگه تو کدوم از این گزینه ها رعایت نکردیم. گزینه 4 که میگه همه موارد رعایت شده. پس هیچ. ما بعد این گزینه ها رو نگاه کنیم. این اگه همش رعایت شده بود به هیچی اینو میزه. 1. فقط با برنامه نویسی به آن زبان بشه یک نوع داده‌ای مثل یکی از انواع داده‌ای موجود مثلا اینتیجر رو با یک نمایش حافظه خاص دلخواه به برنامه نویس و اوورلود کردن عملیات موجود روی اینتیجر پیاده سازی کرد. خب توی این موضوع الان میگیم که این کپسولیشن مشخصه که رعایت شده. یعنی وقتی شما با برنامه‌نویسی به یه زبان و فقط با برنامه‌نویسی به اون زبان بتونی نوع داده‌ای مثلا اینتیجر رو با یک نمایش حافظه خاص دلخواه برنامه نویس و اوورلود کردن عملیات موجود روی اینتیجره پیاده سازی بکنین، خب شما اون زبانتون این کپسولیشن توش رعایت شد. پس یک که نیست چون در اینجا رعایت شد. 2. فقط با برنامه نویسی به همون زبان سطح بالا به توان سطر یا ستونی بودن نمایش حافظه‌ای زمان اجرای آرایه‌های دو بعدی رو کشف کرد. یادتونه آرایه‌های دو بعدی هم به صورت سطری میتونستن ذخیره بشن هم ستونی؟ میگه اگر بتونیم با برنامه‌نویسی به همون زبان سطح بالا فقط هم با اون سطر یا ستونی بودن رو مشخص کنیم، این کپسولیشن رعایت شده نشده؟ جواب همینه. جواب گزینه 2ه. چون اگر فقط با برنامه‌نویسی به همون زبان بشه سطر یا ستونی بودن نمایش حافظه یه زمان اجرای آرای دو بعدی رو کشف بکنیم، یعنی چی؟ یعنی که از اطلاعات مخفی داخل شی آگاهیم. این که از اطلاعات مخفی داخل یک شی آگاه باشیم برخلاف خاصیت این کپسولیشنه. ما اگر بدونیم که توی یک شی چه خبریه، مثلا توی آرایه دو بعدی داخلش رو بفهمیم چه خبره، یعنی بدونیم سطری ذخیره میشه یا ستونی، خب اینجا دیگه ما از مفهوم این کپسولیشن دور شدیم. پس جواب همون 2. گزینه 3 این کپسولیشن توش رعایت شده. فقط با برنامه نویسی به همون زبان بشه یکی از عملیات ها مثلا ضرب رو که در اصل آن زبان با اپراتور مشخصی مثل ستاره وجود داره بدون استفاده از اون اپراتور شبیه سازی کرد. بله اینم به معنی این کپسولیشنه. پس گزینه 2 میگه این کپسولیشن توش رعایت نشده چون ما داریم از اطلاعات مخفی داخل شی مطلع میشیم. هدف از این کپسولیشن اینه که مثلا وقتی من دارم با آرای دو بعدی کار میکنم دیگه بگم به من چه ربط داره که موقع اجرا شما اینو سطری میریزی تو حافظه یا ستونی، من چه کار دارم؟ من وارد این جزئیات نمیخوام بشم. اگه قرار باشه وارد این جزئیات بشم چه این کپسولیشنی؟ از جواب گزینه 2. مهندسی کامپیوتر دولتی 83 از میان زبانهای زیر کدام یک کلی‌ترین نوع چند ریختی یعنی همون پلیمورفیسم رو ارائه میدن؟ خب اینجا یه مقدار باید شما زبانها رو بشناسین، مثلا لیسپ، ایدا، سی پلاس پلاس، ام ال، و اگر این زبانها رو بشناسین میدونین که زبان ام ال از نظر پلیمورفیسم در واقع کلی‌ترین نوع به ما میده. یعنی زبان ام ال دارای کلی‌ترین نوع چند ریختی در بین این زبان‌ها هستش. این تست هم مهندسی کامپیوتر دولتی 83
میسپارم خودت فکر کنی، چون نیازه که مبحث استاتیک اسکوپ رولم بلد باشی، که حالا اینه تو فصل بعدی میگم کدام یک از موارد زیر به نوعی به اینهریتنس یعنی ارثوری نزدیکتره. 4 تا گزینه داره: بایندینگ دیررس و شما قبلا میدونی یعنی چی، یعنی بایندینگی که در زمان اجرا قانون اسکوپ و یا حوزه استاتیک رو بعداً میخونیم، و حالا این گزینه های دیگه هم وجود داره. میخوام ببینم که خودت کدوم گزینه رو میزنی. طراح کلیدش رو داده 2، یعنی میگه استاتیک اسکوپ رول در واقع به ارثوری نزدیک تره. حالا نظر خودت هم چرته، یه مقداری صبر کن. حالا چون بحث ارثوری بوده من تو این فصل آوردم، و شما حالا ببین که این معنی لیت بایندینگ رو تو فصلهای قبل خوندی، اینم تو فصل بعد میخونی، اینم همینطور تو فصلهای قبل خوندی، و اینم در واقع یک مفهوم کلیه که حالا میخوام ببینم که در مورد این تست خودت چه نظری داری. به پایان درس سوم یعنی مبحث شیگرایی رسیدیم. مروری داشتیم خیلی سریع به این مبحث و تست هایی هم که در این رابطه اومده بود و با هم بررسی کردیم. درس طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی معمولاً 4 یا 5 تست از اون در کنکور دولتی رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار جز دروس تخصصی طرح میشه، و معمولاً تست هایی که میاد از فصل در واقع زیر برنامه ها و روش های ارسال پارامتر ها به زیر برنامه ها و قوانین اسکوپ استاتیک و داینامیکه که ما در فصل بعد به اون میپردازیم. خسته نباشید، خدا نگهدار.